سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که در خدمتتون هستم شرایط عجیبی کشورمون رو در بر گرفته به هر حال بزرگترین مسئله ای که ده میشه ده وجود داشته باشه ده و ده هم مردم ایران هم جمهوری اسلامی همه به نوعی به هر, هر کدوم به شکلی در انتظارش بودند داره شکل میگیره و به وجود میاد متاسفانه البته شورش گرسنگان شورش گرسنگان که این روزها میبینیم که بعد از چند بار اعتراض های سراسری در 78 88 96 98 امروز به اوج خودش رسیده این بحث اعتراض ها این مشکلاتی که به وجود آمده من رو به یاد جنبش آزادی خواهی و مقاومت فرانسوی ها انداخت در همین جنگ بین‌الملل دوم و تجاوز هیتلر به فرانسه و موضع فرانسوی ها که چگونه در قبال این قضیه ایستادن رفتم به دنبال این که چه بود چه اتفاقی افتاد امروز همون روزها داره تکرار میشه شورش گرسنگان اعتراض معلمان کشاورزان کارگران رانندگان گرسنگان و تشنگان براب و نفت براست همه و همه به این کلیپ چند یه نگاهی بکنیم ببینیم که این خانم در جمع معلمان چی میگه و برگردیم به اصل بحث سفر رقمه و ما همچنان داریم دویم. من اگر بیام اینجا میخوان چیکارم کنم کنم بگیرم زندانم کنم ببرنم تو زندان سرپناه سرپناه دارم نون دارم آب دارم هزینه ایم نمیخواد پرداخت بکنم براش عزت و حرمتمم بی بیشتر از بیرون زندانه معلم داد به زن منم میام. کامیوندار داد دامدار فریاد بزنه منم میام میکروفونم خراب بشه صدا مو ملاحظه بکنید این خانم چی میگه میگه اگر که معلم داد بزنه من میام اگر که کشاور داد بزنه من میام اگر کارگر داد بزنه من میام بعد میگه که من خودم معلم نیستم ولی اینجا هستم اینجا هستم برای یک همبستگی به طور عجیب این شباهت داره با اون بیرون کردن متجاوزین در اون جنبش آزادی خواهی ها زمان هیتلر به طور عجیب و غریب این شواهد وجود داره یعنی اینکه که اونها هم میخواستن آلمان ها رو بیرون کنن ما هم همین حالت رو الان داریم ما هم همین حالت رو داریم که باید این حکومت این حکومت آخوندی رو بیرون کرد تا بتونیم به سرانجامی برسیم ببینید اون زمان جنبش آزادی خواهی فرانسه تشکیل شده بود از یک طبقه متوسط و پایین استادان دانشگاه و دانشجویان طبقه کارگر طبقه دهقان و تمام کسانی که یک بیعدالتی رو اونجا چشیده بودن توی ایران امروز چیه؟ طبقه متوسطی که میره به طرف وجود نداشتن مشکلات عجیب و غریبی که سر مسئله دانشگاه ها و استادان و دانشجویان به وجود آمده از طرف دیگه میبینیم طبقه کارگر چه وضعیتی پیدا کرده از ذر مسائل حقوق و اشتغال غیر و غیره و غیره رانندگان که امروز اعتصابشون رسیده به مرحله بسیار بسیار حساسی کشاورزان، گرسنگان، تشنگان تمام این آدم هایی که به نوعی دچار این بیعدالتی هستند این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنید ببینید که به چه شکل اینها با همدیگه گره خورده و مسائل رو به وجود آورده خب اونا چیکار کردن اینجا مسئله خیلی خیلی مهمیه اونا چیکار کار کردن اومدن برای این که این جنبششون شکل بگیره حرف همین خانمی که در مجموعه معلمها صحبت کرده در اعتراض معلم ها صحبت کرده اومده میگه که من معلم نیستم ولی در جایی که معلم ها اعتراض میکنن حضور پیدا میکنم من کشاورز نیستم ولی در جایی که کشاورزان حضور پیدا میکنن من آماده هستم که شرکت بکنم در جایگاه معلمان در جایگاه دانشجویان در جایگاه کارگران در جایگاه رانندگان همه اینا بعد چی کار میکردن متاسفم که این شباهت ها به طور عجیبی داره به وجود میاد برای همون اونا برای اخراج آلمانی ها ما برای اخراج آخوند ها می اومدن چی کار میکردن خیلی عجیبه این اسید پاشی که برای زنها توی ایران کردن اونها بر سر این متجاوزین به وجود می آوردن نارنجک روشون مینداختن از بالا تیراندازی میکردن هر کاری رو که از دستشون برمیومد برای اینکه اینها رو بیرون بکنن به وجود میومد من. من دارم میبینم که اون جنبش های زیرزمینی که خبرهاش هست اون نارجک اندازه ها اون کسانی که دارن تمرین نمیدونم از بالا تیراندازی میکنن همه اینها عینا همین حالت هاست. البته من امیدوار هستم که اون آخرین قسمتی که سر مسئله این جنبش آزادی خواهی فرانسه در فرانسه به وجود آمد در ایران شکل پیدا نکنه ولی اون موقع اینها بعد از این که این اینها رو بیرون کردن از فرانسه بیشماری رو اعدام کردن من امیدوارم چه این چیزی پیش نیاد ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم اونم اینه که این متجاوزین دو گروه تقسیم میشن یک گروه این سردمدارانی که به هر حال به هر شکلی میخوان به این قارت خودشون ادامه بدن یک گروه دیگه اونهایی که باید تبعیت بکنن و حقوق بگیر هستن میدونید که این جنبش فرانسوی ها رو تعداد زیادی البته بودن یه سروان فرانسوی شکل میداد برای مسائل نظامیش اتفاقا ما توی سپاه بسیارانی رو در این زمینه داریم که در طول این چهاردهه یا کشته شدن یا سربنیست شدن یا هواپیماشون سقوط کرده یا به هر شکلی کنار گذاشته شدن اونها همون سروانه هستن اونها همون هایی هستن که به هر حال این جنبش ها رو میتونن شکل بدن این جنبش ها وجود داره و راهی نیست که ازش گریزی باشه ولی باید به یک نکته دیگه توجه کرد نکته اساسی تری ما کجا هستیم ما چی کار میتونیم بکنیم آیا حکومت در هر یک از جناهاش پاسخی داره نگاه بکنید امروز دنبال اصلاح طلب بگردید دنبال خاتمی و موسوی و کروبی و نمیدونم روحانی بگردید بگرد ببینید کجان اینها چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم پاسخی ندارن بگردید به دنبال این که این, این آدم ها کیا هستند که این کارها رو دارن انجام میدن یک مجموعه ای که این مجموعه مورد نفرت ایرانی هست. اگر اون عده اگر اون عده ای که همچنان به حکومت چسبیدن مورد نظره اونها حواسشون خیلی باید جمع باشه این حکومت پاسخی نداره ممکنه که نمیدونم حالا در برجام اینا بیان بگن که نمیدونم ما قبول میکنیم سپاه رو از تحریم در بیارید فقط سپاه قط رو در زیر تحریم بگذارید ما همه چی رو امضا میکنیم این به عجز و ناله و با زانو به خدمت امریکا رفتنه بگردیم به دنبال اینکه مشکل اصلی ما کجاست بگردیم به دنبال اینکه که ریشه ها از کجاست بگردیم ببینیم که چرا از 150 سال پیش از زمانی که امیرکبیر رو کشتن و خان نوری رو به عنوان گماشته ای انگلیس اووردن تا به الان چه اتفاقاتی افتاده همچنان همونه به دنبال ریشه ها برگردیم نه امریکا نه انگلیس نه اسرائیل نه عرب نه روسیه هیچ کدومشون دلشون بر ما نمی سوزه. اون ریشه هاست که ما رو به هم پیوند میده. اونجاست که ما میتونیم حرکت رو به وجود بیاریم نگاه بکنید آقای خمینی وقتی که میاد به میخواد بیاد به ایران یه حرفی رو که میزنه خیلی خیلی مهمه امروز اون حرف رو من دارم میارم میگه که اطاعت از حکومت قاسب حرام است اطاعت از حکومت قاسب حرام است حالا من سوال میکنم از هموطنان پاسدار خودم اونهایی که در رده بالای رهبری نیستن از اونهایی که در بدنه سپاه هستن اونهایی که در بدنه بسیج هستن اونهایی که در بدنه نیروی انتظامی هستن از اونها سوال میکنم آیا امروز اطاعت از نظامی لازمه که ایران رو به ویرانی کشونده مردم رو به گرسنگی و بدبختی به طرف هم اینها سوق داده یا اینکه اطاعت از مردمی که خانواده های خود شما هستن اطاعت از مردمی که گرسنن تشنن بیکارن مسئله رو دقت بهش بکنیم ببینیم کجا ایستادیم اگر به این ترتیب جلو بریم من باور به این دارم که راه به جایی خواهیم برد به حرف همون خانم توجه بکنید مسئله مسئله یک گروه نیست مسئله گروه نمیدونم معلمان نیست مسئله کشاورزان نیست مسئله رانندگان نیست مسئله همه است مسئله همه است این همبستگی رو طلب میکنه تا به اون شباهتی که من در مرحله اول ازش نام بردم برسیم شباهت بین جنبش آزادیخواهی فرانسوی ها و اخراج آلمانی ها و امروز جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی ایرانی ها و اخراج آخوند ها نگید که نمیدونم اونا آلمانی بودن اینهایی که به ایران تجاوز کردند از صد تا آلمانی بدترن به نسبت اون در مرحله که ازش نام میبریم به خودمون بیاییم من باور دارم که این مجموعه در داخل ایران وجود داره و داره کار خودش رو انجام میده مجموعه ای که ناگزیر موفق میشه ببینید به تمام این مجموعه دارم میگم به زن و مردش میگم به زنانی که دخترانی که در طول این چهاردهه گذشته ایستادند و تونستند برسونند به حکومت که ما ایستادیم سابقه داره از زمان مشروطیت زنان ایران همه جا همه جا همه جا باز مقایسه شو در همین فرانسه میکنم یه روزی در همین جنبش آزادی خواهی فرانسه معلمی خانم معلم خیلی جوون سی ساله ای به نام کلود رودیر این ایستاد در اونجا و امروز تونستن که به جایی برسن که دیروز خانمی نخست وزیر فرانسه شد من مطمئن هستم که ما ایرانی ها زنان و مردانمون این شایستگی و لیاقت رو دارند که ما به سرعت و به زودی اون جایگاه واقعی خودمون رو و احترام به رو در دنیا پیدا بکنیم مطمئن هستم سپاسگزارم. گذارم